گزارش رسمی مرکز آمار ایران از مثبت شدن رشد اقتصادی در پاییز امسال حکایت دارد. این رشد کمتر از 1% است. با این وجود بررسی تولید ناخالص داخلی در 9 ماه ابتدایی سال همچنان حکایت از کوچک شدن اقتصاد ایران دارد. برای بررسی این آمار و ارقام همراه میشیم با احمد علوی، کارشناس اقتصادی مقیم سوئد. آقای علوی، آیا یافته‌های تازه مرکز آمار ایران میتونه به عنوان نماد برون رفت اقتصاد ایران از رکود باشه؟ البته هنوز زوده، به این دلیل که این آمار مقدماتی است و معلوم نیست که بعداً دچار تعدیل بشود یا نشود، به ویژه اینکه ما هنوز از آمار بانک مرکزی در مورد تولید ناخالص داخل ایران خبری نداریم، منتشر نشده. و حتی اگر این آمار هم ملاک بگیریم، این آمار مقایسه رو نشون میده با فصل مشابه سال قبل. اگر همین آمار رو با فصل گذشته خود امسال مقایسه کنیم، شاهد یک نزول تولید ناخالص داخلی هست. و البته اگر به هر حال تمام سال رو در نظر بگیریم، 9 ماه نشان دهنده رکود است و نشانی ندارد از اینکه اقتصاد ایران از رکود خارج بشه، به ویژه اینکه ما دارای تنگناهای زیادی هستیم، تنگناهای منابع، تحریم‌ها، تنش‌های داخلی و بیرونی، و همه اینها رو باید در واقع در نظر گرفت. چرا به این شرط اقتصاد ایران میتونه خارج بشه از تنگنای رکود که شرایط زیادی مهیا باشه؟ به شرایطش اشاره کردید آقای علوی، شرط لازم برون رفع از رکود اقتصادی چیه؟ شاید بشه گفت مهمترین شرطش رفع تحریم ها و تنش زدایی در عرصه منطقه‌ای و داخلی ایرانه. چرا؟ برای اینکه ما در شرایط فعلی نه تنها درآمدهای نفتی که موتور محرکه اقتصاد ایرانه، در این ساختار فعلیش بسیار کاهش پیدا کرده و به حد ناچیزی رسیده، ما شاهد سرمایه این شاهد هستیم که سرمایه ها از ایران فرار میکنه و هر سال مقدار زیادی از این سرمایه ها به کشورهای همسایه میره، اونجا سرمایه گذاری میشه و حتی سرمایه گذاران هم از ایران میرن. و در نتیجه در فقدان این شرایط نمیشه انتظار داشت که فرضاً یک مقدار تولید ناخالص ملی افزایش پیدا بکنه، ما شاهد این باشیم که دارای رونق و اون هم رونق پایدار باشیم. بیاد بیاریم که شرط رشد اقتصادی و کاهش بیکاری و حل مشکلات اقتصادی ایران اینه که ما شاهد رشد بالای و همچنین پایدار تولید ناخالص داخلی باشیم و این شرایط هنوز در ایران وجود نداره متاسفانه. آقای علوی، در خبرها آمده که با موافقت آمریکا منابع مسدود شده ایران در عراق آزاد شد. پیشتر هم خبرهایی از آزاد شدن بخشی از پولهای ایران در کره جنوبی حکایت داشت. آیا آزاد شدن این منابع میتونه برون رفت از رکود رو در سال آینده رقم بزنه؟ بیاد بیاریم که دولت و حاکمیت دارای کسر بودجه شدیدی هستند، بنابراین این مبالغ اندک نمیتونه اون حفره‌های کلانی که در چارچوب بودجه و کمبود منابع ایران هست رو جبران بکنه. و الان همین کسر بودجه باعث شده که دولت پیشاپیش از بانک مرکزی وام میگیره و همین گرفتن وام از بانک مرکزیه که باعث شده که به هر حال تورم به این شکل رفته بالا. منتها حتی اگر بپذیریم این منابع به ایران بیاد و اون هم به شکل فرضاً مبالغی که در دست حاکمیت هست، اولویت های حاکمیت در شرایط فعلی چیزهای دیگری است، مثل مسائل امنیتیش هست، یا حتی میشه گفت که فرضاً با توجه به ریخت و پاش و فساد و اون اقتصاد رانتی که حاکم بر ایران، این منابع چندان زیادی نیست که بشه صرف تولید و افزایش ظرفیت تولیدی و سرمایه گذاری بلند مدت کرد. به ویژه بیاد بیاریم در بودجه سال آینده مصارف جاری دولت بسیار افزایش پیدا کرد، بخصوص مصارف رانتی، و در نتیجه این منابع اندک اگر بتونه کفاف بده، کفاف همون مصارف رانتی و مصارف جاری خواهد بود و به سرمایه گذاری نخواهد کشید. احمد علوی همراه ما بود، کارشناس اقتصادی مقیم سوئد.